احسان فتاحیان، جوان 28 ساله‌ای که چندی قبل در دادگاه بدوی به اتهام محاربه و عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال حبس و سپس در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز چهارشنبه 20 آبان ماه 88 اعدام شد. این در حالی است که صبح دیروز ورمزیار معاون روابط عمومی سازمان زندان‌های استان کردستان در گفتگو با خبرنگار ایستا از اجرای نشدن این حکم خبر داده بود. ورمزیار آقای احسان فتاحیان بعدا اعدام خواهند شد؟ نه، اصلا اعدام نخواهند شد. صبح امروز با انتشار اخباری مبنی بر اعدام احسان فتاحیان به نقل از محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری با ایشان تماس گرفتیم تا جزئیات بیشتر را جویا شویم. آقای مصطفایی؟ بفرمایید. کامران هستم، پایگاه خبری ایستا مزاحمتون میشم. خبر اعدام آقای احسان فتاحیان صحت داره؟ بله بله صحت داره. اعدام شدن؟ بله. کی؟ امروز صبح. امروز. تو زندان سرندج. بله. ایشون که حکم اولیه‌شون 10 سال حبس بود، چی شد؟ بله. در دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفتن اعدامشون کنن؟ ببینید، اون اطلاعاتی که من دارم به این صورتی که وقتی که 10 سال حبس آقای فتاحیان دادن، از این بابت که میدونید که توی جرم محاربه 4 مجازات در اختیار قاضی گذارده شده تا بخواد تا بتونه تا یکیش رو انتخاب بکنه، که یکیش بدار آویختنه، یکی هم قتل به صورت صلیب کشیدن، یکی هم به قطع دست راست و بعد پای چپه و نفی بلد و تبعید هم آخرین مجازاتی که قانونگذار برایش در نظر گرفته. یک استفتایی آیت الله خامنه‌ای کردن مبنی برای این که آزاد میتونن تبعید رو به 10 سال حبس تبدیل بکنن. هیچ اشکال شرعی از این بابت نداره. دادگاه بدوی در سنندج اومد این کار رو انجام داد و آقای احسان فتاحیان رو به 10 سال حبس محکوم کرد. دادستان از این رأی تجدید نظر خواسته، بعد رفته دیوان تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر هم اومده حبس 10 سال رو تبدیل کرده به اعدام. پس از اطلاع جزئیات این خبر با معاونت سازمان زندان‌های استان کردستان جناب آقای پروین تماس گرفتیم که متاسفانه ایشان جواب روشنی به ما نداده و از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کردند. کامران هستم، پایگاه خبری ایستا تماس میگیرم. من در مورد خبر اعدام آقای فتاحیان مزاحم شدم. خواستم ببینم این خبر رو صحتش رو شما تایید می‌کنید؟ خانم کامران، ببینید، ما تلفنی نمیتونیم خبری بدیم، چون که ما اصلا شناختی نداریم، شما رو نمیشناسیم، اصلا صداتون برام آشنا نیست. اینی که ما رو معذور بکنید از اینکه به صورت تلفنی بتونیم اخباری رو خدمت شما بدیم. طریق میخواین این خبر مثلا منتشر؟ ما اصلا لزومی نداره که منتشر بشه همچی خبری. گفتنی است پس از تلاش‌های فراوان موفق به تماس با نصرالله نصری وکیل مدافع احسان فتاحیان شدیم که ایشان در تایید صحت این خبر به خبرنگار ایستا گفت. آقای نصری خسته نباشید. من کامران هستم، پایگاه خبری ایستا مزاحمتون میشم. عذر میخوام، جلسه دادی هستم، اگه بتونید ایستادی. سوال کوچیک میخوام ازتون بپرسم، این که آقای احسان فتاحیان اعدام شدن امروز، شما این خبر رو تایید؟ بله امروز انجام شد، ساعت 7 صبح بوده. ساعت 7 صبح؟ بله بله. بعد واقعا دیگه هیچ راهی نداشت، تمام مراجع قضایی تایید کردن حکم. بله بله بله، تمام مراحل که شده بود و مرحله انتقاضی عفو کردن قبول نشد، دیگه امروز سوال اجرا کردن.